سلام دوستان گلم به 27 این جلسه از آموزش مقدماتی زبان جاوا اسکریپت خوش آمدید در این جلسه قصد داریم که با این متد دیگه آشنا بشیم در جلسه قبل یاد گرفتیم که چطور با متد get id بیایم و آی های مد رو دریافت کنیم و تغییرات رو روش اعمال کنیم حالا فرض کنید که شما میخواید بیاید تمام المان های موجود در یک صفحه از یک نوع جنس رو انتخاب کنیم مثلا همه پاراگراف ها رو یا همه دیو ها رو پس میایم و از این متد استفاده میکنیم. فقط توجه داشته باشید که این کد همون کد جلسه قبله فقط چهار تا پاراگراف داریم این سمت راست هم می‌بینید و ما به یک متد چنج استایل و چیز خاص دیگه ای نداریم و ما میایم می‌نویسیم داکیومنت و از این متد استفاده می‌کنیم و در انتها پرانتز ها رو میذارم این متد به ما کمک میکنه تمام المنت هایی که از یک نوع جنسن رو دریافت کنیم برای مثال من میخوام بیام و المنت های پی رو انتخاب کنم یادتون باشه با حروف کوچیک بنویسید و تمام پاراگراف های موجود در صفحه رو من الان انتخاب کردم توجه کنید که ما الان نمیتونیم بیایم بنویسیم داد استایل بعد به اون عمل مد رو انتخاب کنیم چون این یک مجموعه است و اگر بخوایم رو تمام آنها اعمال کنیم بهتون یاد میدم که چیکار باید بکنید خب من این رو انتخاب کردم حالا میخوام بریزمش توی متغیر مثلا ور پارا مساوی است با میخوام بریزمش توی متغیری که همه این مجموعه رو در بر بگیره یا یه آرایه است فرض کنید همه رو الان ریختم تو پارا حالا میخوام بیام مثلا پاراگراف دو رو تغییر بدم پس میام اینجا می‌نویسم که و براکت هامو باز میکنم پارای یک رو میخوام تغییر بدم اگه یادون باشه کامپیوتر عدد رو از صفر شروع میکنه وقتی ما اینجا مینویسیم یک یعنی پاراگراف دوم به مد نظر اون است و دات استایل دات کالر مساوی است با رد سیو میکنم کنترل فنج پس من اگه الان باتن رو فشار بدم باید کالر دومی عوض بشه ببینیم اینجا سیو و باتن رو فشار میدم ببینید اومد و رنگ دومی رو برای من تغییر داد حالا من میخوام بیام رنگ بقیه رو تغییر بدم کپی میکنم اینو چهار بار تکرار میکنم سفر یک دو سه میخوام همه رو با هم تغییر بدم سیف میکنم سیف اینجا ریفرش همه رو با هم رد کردم خب حالا شما 200 تا پاراگراف داریم بخوایم همه رو با هم بدیم آیا مجبوریم 200 تا رو با هم بنویسیم نه شما میتونید اینجا از یک حلقه استفاده کنید و 200 رو همزمان با همدیگه تغییر بدید در جلسه آینده بهتون یاد میدم که چجور این کار رو با هم دیگه انجام بدیم